تا چشم کار میکند، ویرانی است و خرابی. زلزله همه چیز را در هم فرو ریخته و مناطق زیادی را به این روز انداخته. مرگبارترین زلزله نپال در 80 سال گذشته به آثار باستانی هم رحمی نکرده. بناهایی که حالا به نمادی از این فاجعه طبیعی تبدیل شدند. نپال هنوز از شوک بیرون نیامده. دیشب هم خیلی ها در خیابان‌های کاتماندو پایتخت شب را صبح کردند. پس لرزه‌های پی در پی هنوز دست از سر مردم بر نداشته. در مناطق زلزله زده عملیات جستجو و نجات به کمک تیم‌های اعزامی بین المللی به نپال ادامه دارد. امدادگران اینجا یک مرد جوان را زنده از لابلای آوارهای خانه‌اش بیرون می‌کشند. وقتی که زلزله اومد من داشتم بچه‌مو شیر می‌دادم. خودمون فرار کردیم ولی خونمون خراب شد. مشکل دسترسی به روستاهای دورافتاده و کوهستانی کار امدادرسانی به این مناطق را سخت کرده. جایی که هنوز برآوردی از تلفات و خسارات وجود ندارد. در حالی که تیم‌های پزشکی بین‌المللی به نپال اعزام شدند، مقام‌های این کشور درخواست غذا، آب آشامیدنی و چادر کردند. با وجود کمبود تخت‌های بیمارستانی و امکانات درمانی، بیمارستان‌ها حالا پر شده از مجروحانی که به شدت نیازمند کمکند. خیلی‌ها به شدت مجروح شدن و نیاز به درمان فوری دارن. عده زیادی هستن که از ناحیه سر، قفسه سینه، دست و پا مجروح شدن. زلزله اورست را هم تکان داده. ریزش بهمن کوهنوردان خارجی و راهنماهای محلی حاضر در منطقه را غافلگیر کرده. جایی که دست کم 17 نفر کشته شده و 10 نفر هم مفقود الاثرند. یهو دیدم یه تیکه یخ بزرگ درست بالای سرمون از کوه جدا شد و افتاد پایین و بعد پرت شد عقب. به بچه‌های تیم گفتم برید پایین. فکر کنم یک توده برف چند صد متری هم داشت میومد به طرفمون، ولی ما راه فراری نداشتیم. من تنها کاری که کردم این بود که خوابیدم روی زمین و سرما گرفتم تو دستام. زلزله حدود 1 میلیون کودک را هم آسیب پذیر کرده. قربانیان کوچکی که به گفته صندوق کودکان سازمان ملل محتاج کمکند و توجه. فریبا صحرایی، بی بی سی.